سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که همچنان در خدمتتون هستم. این برنامه در سال 1399 در مرحله اول به دلیل شادی نوروز باید باز هم تبریک بگم به همه هموطنانم در همه جای ایران و همه جای دنیا، اگرچه در مسائل و مشکلات بی پایانی به سر میبریم، ولی به هر حال جلوی نوروز رو نمیشه گرفت. همچنین این برنامه مصادف شده با 250 برنامه من در خدمت شما، یعنی حدود 5 ازش میگذره. و من فکر میکنم که از اونجایی که در سال جدید هر کسی باید به کارنامه خودش برگرده، فکر کردم در این مورد این رو به کارنامه خودم و تلویزیون ایران فردا اختصاص بدم. واقعیت امر اینه که از روزی که تلویزیون ایران فردا به وسیله دوست عزیزم دکتر علیرضای نوریزاده به وجود آمد، با من ایشون تماس گرفت که من در این تلویزیون برنامه داشته باشم و با بزرگواری و بزرگمنشی خودش به من گفتش که هر چقدر میخوای، هر روزی که میخوای، هر کاری که میخوای. و من از اونجایی که هیچ وقت دارم نمیخواسته که مرتب جلوی دوربین باشم، که به هر حال این از عقاید شخصی منه و فکر میکنم که اینطوری راحت تر بودم، همیشه پشت گوش انداختم، تا یک روز دوست عزیز و گرانقدر و همشهری من در پاریس آقای محمدرضا شاهید با من تماس گرفت و به هر حال من رو قانع کرد که یک برنامه مخصوص رو داشته باشم و در نهایت به کمترین زمان یک ربعه صحبت کردیم و روشن بود که دکتر نوریزاده هم بلافاصله پذیرفت و با محبت بسیار خودش نسبت به من این برنامه من امروز به 250 برنامه رسیده. اینی که میگم کارنامه بی دلیل نیست، به این معناست که وقتی که من به این 250 برنامه نگاه میکنم، میبینم که من در تلویزیونی دارم صحبت میکنم که مدیرش علیرضای نوریزاده است. علیرضای نوریزاده مثل همه آدم‌هایی که بیشتر تو چشم هستن، میتونه که مسائل و مشکلات و خوبی‌ها و بدی‌های بسیار داشته باشه. من در رابطه با خودم و علیرضای نوریزاده دارم صحبت می‌کنم. گذشته از دوستی و رفاقت ما، گذشته از اینی که به هر حال میتونیم که در مواردی جزئی و کلی کم یا زیاد اختلاف عقیده داشته باشیم و البته طبیعی است که این تفاوت‌ها وجود داره و اون تفاوت‌هاست که احترام برانگیز اگر رعایت بشه، ولی یک چیز رو به عنوان کارنامه این 250 برنامه میخوام خدمتتون بگم. علیرضای نوریزاده هر ایرادی میتونه داشته باشه، هر کسانی هستن که میتونن دوستش داشته باشن، باش دشمن باشن، بد بگن، خوب بگن، یک چیز رو 100% داره و من بهش رسیدم و اون اینه که کار حرفه‌ای خودش رو بسیار خوب بلد. در کار حرفه‌ای خودش هیچ گونه قدمی رو بر نمیداره که به ناراستی بیانجامه. در کار حرفه‌ای خودش مثل خیلی از، حالا اسم همکار نمیخوام بگم، مجریانی هستن که نمیدونم پول بگیرن بیان یکی رو پروموت بکنن، نمیدونم با یکی دیگه قرارداد ببندن، نمیدونم برنامه پر بکنن، از این کارا نمیکنه. از طرف دیگه حداقل در رابطه که من باهاش آشنا هستم
و از دیگر کسانی هم که از نظر حرفه‌ای باهاش رابطه داشتن میدونم اینه که هیچ نوع سانسوری نداره به هیچ شکل. من در برنامه‌های خودم بارها با دکتر نوریزاده اختلاف عقیده داشتم، یک بار حتی به من نگفت که مثلا نمیدونم اگر اینطوری نبود بهتر بود، ابدا. ولی علیرضا نوریزاده تنها نیست، همکارانی رو داره که اونها هم همینطور با ارزشن. اگر من به یک نمونهش بخوام فقط نگاه بکنم، همین علی آقایی است که شما کارگردان برنامه‌ای که شما شاید چهرهش رو ندیده باشین. آدمی است که بسیار فرهیخته است، آدمی است که انضباط داره، آدمی است که به هر حال با انرژی و خستگی ناپذیری و دقت بیش از حد و دلسوزی کار رو اداره میکنه. اینا شانس بزرگ علیرضا نوریزاده است که نمیتونیم ندیدش بگیریم. من به هر حال همینجا قدردانی خودم رو دارم نسبت به خود دکتر علیرضا نوریزاده، همکارانش، علی آقا و همشون، فرقی نمیکنه. بسیار احترام دارم براشون و سپاسگزارشون هستم. و اما یه نکته دیگه اینجا مهمه. من تو این 250 برنامه چه کردم؟ من طبیعتاً یک سری مخاطبینی رو داشتم که این مخاطبین من، اونهایی که دیدن و شنیدن حتما میدونن من هم راه و بیراه نرفتم، یک راه مشخص رو رفتم دنبال کردم. اون راه مشخص چیه؟ اون راه مشخص اینه که اگر یک روزی در 50 سال پیش آمال و آرزوی من این بود که ایران سوئد بشه، اگر که به هر حال در این راه ما متاسفانه و متاسفانه به دوران سیاه 1400 سال قبل برگشتیم، ولی همچنان تصورم بر اینه که یک هوشیاری بزرگ در ایران به وجود آمده و اون اینه که حداقل من در رابطه با مخاطبین خودم میدونم که اونها دنبال جن و پری نیستن، اونها آهنپاره لیست نمیزنن، اونها توی نمیدونم این بحرانی که دنیا رو فرا گرفته به عنوان بحران کرونا تشییع جنازه شرکت نمیکنن. ببینید، مرتب جمهوری اسلامی از یک طرف، رسانه های حامی جمهوری اسلامی چه داخلی چه خارجی از طرف دیگه میخوان بیان و بگن که این مردم ناآگاهن، این مردم شعور ندارن، این مردم چیان، و ببینید ترافیک به طرف نمیدونم شهرهای جنوبی و شمالی چقدره و عکس نشون بدن. این که عکس ها چقدر درسته چقدر غلطه، اینی که چقدر میخوان این رو گسترش بدن، هیچ کدوم اینها از نظر من مهم نیست. مهم اینه که ممکنه در این ترافیک جمعی از همین مخاطبینی که من باشون صحبت میکنم هم باشن، ولی یادمون باشه 15 خرداد نیست که مردم برای تفریح به شمال برن، که امروز از ترسشون، امروز از ترسی که از استیصالشون، از بیپناهیشون میخوان که از قوم و از تهران و از این جاهایی که این ویروس ها اومده فرار کنن. وقتی به من خبر میدن، عکس هایی میفرستن، گوشه بیابون چادر زدن مردم، اینا برای تفریح اونجا نرفتن، برای این رفتن که جونشونو، جون خانوادهشونو، محافظت از خانوادهشونو داشته باشن. اینا در اثر چی به وجود میاد؟ این بیپناهی، این استیصال، این درموندگی در اثر یک حکومت نالایق. ببینید، من اگر یه مثالی رو خدمتتون بخوام بزنم، حکومت ما دیکتاتوری، دیکتاتوری مذهبی که بدترین نوع دیکتاتوری هاست. ولی اگر دیکتاتوری ها رو به دو نوع تقسیم بکنیم، یک دیکتاتوری کارآمد داریم، یک دیکتاتوری نالایق داریم. نگاه بکنید، قذافی از نظر اقتصادی کار رو به جای رسوند که به هر حال گفت به هر بیکاری 2500 دلار ماهیانه پول میدم، به هر کسی که میفرستادن خارج همه زندگی خانوادهش رو خود اون طرف تامین میکردن. به صدام نگاه بکنید، همینی که باز دیکتاتور بود،
در دورانی که صدام دیکتاتور بود آموزش و پرورش و بهداشت و درمانش از همه کشورهای منطقه بالاتر بود. به فرانکو نگاه بکنید، دیکتاتور 100% که دموکراسی به دنبال خودش آورد. چرا راه دور میریم؟ به رضا شاه خودمون برگردیم. رضا شاهی که در مدت کوتاه 16 سال یک جامعه قبیله‌ای رو به یک جامعه مدرن تبدیل کرد. دیکتاتور بود، شکی درش نیست. بی سواد بود. ولی این کارایی، این کارآمدی معنی داره. حالا امروز رو نگاه بکنید، دیکتاتوری آقای خامنه ای رو مقایسه بکنید اقتصادش رو با قذافی، مردم رو به روز سیاه نشونده. نگاه بکنید بهداشت و درمانش رو با صدام، کاری رو کرده که مردم دیگه نمیدونن چی کار بکنن، چجوری به یه قرص رو نمیدونن به تخت بیمارستان برسن. نگاه بکنید به دموکراسی فرانکو، تلاشش همش این بوده که جن و پری مطرح بکنه. نگاه کنید به رضا شاه، اون کشوری رو که اون در اون مدت کوتاه درست کرد به چه وضعیتی انداخته. ولی همه اینها، بازم دارم میگم، اینها هوشیاری و آگاهی جامعه رو به وجود آورده. اینها به این معنی مطرح شده که مردم فهمیدن که دیگه نمیدونم دارالشفا و نمیدونم حرم فلان و در اونجای نمیدونم حرم چیچی و نمیدونم چیچی و این آخون راه کار نیست. تنها آقای خامنه ای نیست، به یک آدم دیگری نگاه بکنید که با ذلت هرچه تمام، با هر شکلی که حالا رئیس جمهور شده، از رئیس جمهوری ارتقای مقام بهش دادن، کردنش رئیس کمیته که هر جمعه و شنبه از خواب بیدار میشه و کوچکترین قدرت و جرأتی نداره که کوچکترین حرفی رو بزنه. وقتی که جمع میشن میگن که رئیس جمهور غلط کرده یا هر چیز دیگه، سرش میندازه پایین که نشنیده. وقتی که رئیس کمیته شده، واقعا اگر که کسانی یادشون باشه، بازم اون رئیس کمیته های اول انقلاب که مسلسل داشتن و چند تا آدم دنبالشون بود میرفتن همه کار میکردن، این آدم عاجز نالایق و متاسفم که همچنان مونده، با وجودی که الان به هر حال همه جور مسائل در موردش وجود داره. به هر حال من بحثم در اینجاست که امروز ما در این دنیای وانفسا زندگی میکنیم. یادمون باشه محافظت از خودمون دست خودمونه. بتونیم که خودمون رو محافظت بکنیم، نزدیکانمون رو محافظت بکنیم، از کادر درمانیمون واقعا قدردانی بکنیم. باز هم من گفتم توی پنجره ها ساعت 8 شب بریم دست بزنیم، سرود ایران بخونیم و قدر همدیگر رو بدونیم، قدر هممون همدیگر رو بدونیم. آخرین خبرم که بزرگ داشته به نظرم باید که یادآوری بکنم، دو روز پیش پروفسور حسن اکبرزاده، ریاضیدان بزرگ ایرانی فرانسوی و ایرانی جهانی، در پاریس به درود حیات گفته. قدرش رو بدونیم، قدر هممون قدر همدیگر بدونیم تا بتونیم قدمی رو برداریم که من مطمئنم این قدم بسیار مثبت خواهد بود. سپاسگزارم.